چیزی که تا چند روز پیش وقوعش اگر نگوییم غیر ممکن لااقل در چشم اندازی دورتر در زمان تصور میشد، حالا دیگه تصویرش از رسانه‌های خبری پخش میشه. انهدام تانک‌های ارتش سرکوبگر بشار اسد که در حملات رزمندگان ارتش آزادی سوریه تومه آتش شدن. محله‌های پایتخت یعنی دمشق که به کنترل جوانان رزمنده در اومدن. درگیری‌های شدید در حومه پایتخت و مردم به پا خواسته در شهرهای مختلف که روزانه گاه تا 100 شهید در راه آزادی دادن اما از پای ننشسته و خسته نشدند. و حالا گروه گروه با رزمندگان ارتش آزادی در شهرهای مختلف پیوند می‌خورند و قریب پیروزی مهدوم سر می‌دهند. اینها صحنه‌هایی که چهره امروز سوریه رو به تصویر می‌کشه. در سوریه ما شاهد پیوند دو نیروی اصلی بودیم، یعنی جنبش اعتراضی و اجتماعی گسترده از یک سو و ارتشی از نظامیان وطن پرست و جوانان آزادی خواه. این دو نیروی تغییر با یکدیگر پیوند خوردن و حالا شاهدیم که در شهرهای مختلف همزمان قیام میکنن و با ماشین سرکوب بشار اسد در مرکز شهرهای متعدد چنگ در چنگ میشن و در حال در هم شکستن این ماشین جهنمی هستن. این الگو از جنگ آزادی بخش شد کمی با الگویی که در لیبی شاهدش بودیم متفاوت به نظر برسه، اما اون چه که باید هر آزادی خواهی از این دو نمونه بیاموزه این تفاوت ها نیست، بلکه قانون مشترکیه که الگوهای مختلف نبردهای آزادی بخش از اون تبعیت میکنه و اون هم اینه که برای پیشبرد نبرد آزادی و برای سرنگون کردن دیکتاتور هر خلقی نیاز به تجمع، تشکل و سازمانی از پیشروترین، روشنبینترین و جانبرکفترین فرزندان خودش داره که در پیشاپیش صفوف خلق به پا خواسته برای آزادی حرکت کنه. نیروهایی که میتونن به وجود آورنده تغییر باشن رو گرد بیاره و اونها رو آموزش بده، سازمان بده و راه و روش صحیح و الگوی صحیح مبارزه رو کشف کنه و در اون مسیر گام برداره. وقتی خلقی به این گنجینه دست پیدا میکنه، پیروزی نبرد اون خلق حتمی. بله، این قوانین که یک بار دیگه صحتشون در تجربیات خلقهای منطقه از جمله خلق لیبی و سوریه به اثبات میرسه، همون قوانین هستن که جنبش آزادی خواهانه مردم ایران و مقاومت سازمان یافته مردم ایران بیش از 4 دهه است که در نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ از اون پیروی میکنه. از همین رو بود که رهبر مقاومت در سلسله آموزش‌های خود در دیماه سال 88 اشرف رو کانون استراتژیک نبرد و نقدینه بزرگ ملت در مبارزه آزادی بخش با رژیم ولایت توصیف کرد.